فرانسوی بودن یعنی چی بودن، نمیدونم ایتالیایی بودن یعنی چی بودن. ما اگر این سوال رو در ایران به عنوان شخصی مطرح کنم یعنی چی، من اگر بخوام یه ایران تشخیص بدم چگونه تشخیص بدم؟ خب بگم سجلش رو نگاه میکنم، حالا امروز کد ملیش رو نگاه میکنم، امروز شهر تولدش رو در نظر میگیرم، چیزهای دیگه پدر مادرش رو در نظر میگیرم، مثلا اگر مادرش مثلا فرض کنید ترک باشه، پدرش تهرانی باشه، این رو توضیح میدم و خصوصیت اون تهرانی و تبریزی رو مقایسه میکنم. ولی در این مقاله من سعی کردم خیلی کلی تر و عام تر بحث کنم، نه اینکه فقط به جزئیات اشاره کنم. و اومدم این موضوع رو اولا از لحاظ صرف منطق، یعنی منطق سودی، صرف که امتناع تناقض نباشه، هو هویه غیره، یکی از اصول منطق هو هویه است، هو هویه، یکیش امتناع تناقض، امتناع تناقض یعنی ضد نقیض نباشه. ولی این هو هویه همون هویت. از لحاظ منطقی در کتاب‌های ارسطو، ارسطویی، سنت ارسطویی به ما گفته میشه که منظور از هو هویه این است که اسناد شی به خودش ضرورت داره. من نمیتونم بگم اینجا این یک گلدون سفید رنگ است، میدونید؟ یعنی این فلان گل هست، این باید به خودش اسناد بدم، به نفس شی، خودش رو به نفس خودش اسناد بدم برای اینکه هویتش معلوم باشه. مثلا انسان، انسان است، این هویت انسان. اگر امتناع تناقض بخوام بگم، انسان انسان هست، انسان غیر انسان نیست، تناقض. و ایرانی رو باید بگم ایرانی هم با همه ایرانی بودنش اسناد بدم از لحاظ منطقی. ولی بحث منطقی در باره هو هویه کافی نیست که ما هویت ملی شخصی رو بتونیم تعیین بکنیم. و مرحله دوم، البته مقاله 30 صفحه است، مرحله دوم یک برداشت روانشناختیه و برداشت حتی روانکاوی است. یکی از روانشناسان معروف قرن 20 که راجع به این موضوع صحبت کرده یونگ سوئیسیه. یونگ به یک برخلاف فروید که دنبال روی فرویده، برخلاف فروید فقط به یک ضمیر ناخودآگاه فردی قائل نیست، ضمیر نابخود قائل نیست، به یک ضمیر نابخود جمعی قائل. یعنی یه قبیله ای را اگر در نظر بگیریم، اینا یه چیزهایی رو در شخصی در خودشون دارن، ولی بیشتر از اون یک سنت خیلی قدیمی تری رو ارث برد. یعنی همه شون مثل اینکه امیالشون، خواسته هاشون با هم شباهت دارن و تکرار همون چیزهاست که از بدو پیدایششون. مثلا
ضمیر نا به خود آگاه یهودیا فرق داره با ضمیر نا به خود آگاه ایرانی ها. هم نظر این بسی، یعنی اونا یه خاطرات جمعی دار، اون ضمیر نا به یوم و ضمیر نا خود آگاه را خاطرات جمعی میدار که هست بروز میکن. این در رفتارشون بروز میکنه، در لباس پوشیدنشون بروز میکنه، در سرایقشون بروز میکنه، در حتی در شهواتشون، در خوابهاشون بروز میکنه. و اصلا خواب به یه معنای در یوم یعنی بازگشت خاصه اجداد به نزد افراد، یعنی بیشتر اون جنبه رو در تکرار. خب این رو هم میشه تا حدودی در نظر گرفت و چیز کرد. حالا کاملا هم یونگی نباشیم بگیم که در هر صورت سنت ها تأثیر میذاره در افراد، سنت های قومی در افراد تأثیر میذاره. زمامه ما ایرانی ها به نوعی غذای مخصوصی علاقمندیم، زمامه فرانسوی ها به نوع غذای دیگری ممکنه علاقمند باشن. اینا این هم یکی از راه‌هایی است که میشه راجع به هویت صحبت کرد. اولی منطقی بود که جنبه‌های مثبت و منفیش رو تحلیل کردم. دومی روانشناختی است و به خصوص یونگیه. خود این هم نشون میده که میشه هویت رو بر اساس سلایق ناخودآگاه افراد تعیین کرد. ولی سومی به نظر خودم از همه مهمتر، سومی صرفا فرهنگی، حتی روانشناختی نیست، حتی منطقی با معنا نیست. فرهنگی منظور اینه که یکیش اینه که تاریخ مشترک، یه تاریخ مشترکی ما داره. این تاریخ در ما چیز میکنه، اثر میذاره. حتی اگر با اقوام دیگر خلط شده باشیم یا اقوام دیگری باشه در اجداد ما، بالاخره یک خطی وجود داره که سرنوشت ما رو تعیین میکنه. یعنی حالا این جنبه نژادی هم ممکنه داشته باشیم، ولی خانواده یه عده سیاه‌چرده‌ترن، یه عده دیگر روشن‌ترن، یه عده دیگر مثلا حتی از جسمانی. این یک ارثیه فرهنگی است. هویت میتونه یک ارثیه فرهنگی باشه. یعنی ما بخواهیم نخواهیم در یک کشوری به دنیا میاییم، از والدین ثابتی به دنیا میاییم. من نمیتونم ادعا بکنم که کاش مادر پدر من روس بودم، نمیشه. من ایرانی بود، من نمیتونم ادعا کنم ای کاش من در مشهد به دنیا اومدم، من در آذربایجان به دنیا اومدم. اینا یه چیزهاییست که شما یعنی فرد نمیتونه انتخاب کنه. این در تاریخش، در قومیتش، یه ده تایفایی هستن کوچ میکنن، یه ده تایفایی هستن که شهرنشینن، یه عده تایفایی هستن که اعتقادات خیلی خاص خودشون دارن، دین خاص خودشون دارن. این هم جنبه فرهنگیشه که میشه در نظر گرفت. ولی در نهایت با تحلیل هایی که از این سه ملاک میکنم، یعنی منطق، روانشناسی و فرهنگی، هر سه شو در هر سه جنبه هایی از جواب‌های معقول به سؤالی که اول بحث تر کردم پیدا می‌کنم، ولی هنوز رضایت کامل حاصل نمی‌کنم. باز هم به نظر می‌رسه که خب ممکنه یک کسی بگه خب فرض این که من در ایران متولد شده باشم و در تاریخ ایران رشد کرده باشم، خب من می‌تونم فرانسوی باشم یا برم امریکایی بشم یا چیزی دیگه. یعنی این هم میشه ممکن. حالا در آخر اون نتیجه خیلی شخصیه و خودم حداقل خودم عمیقا باور دارم، این ایرانی نیست.
برای اینکه در ایران متولد شد. ایرانی ایرانی نیست برای اینکه سجلش در ایران صادر شد. ایرانی ایرانی نیست برای اینکه شماره کد ملیش مشخص شده. تنها کسی ایرانی است که اراده میکنه ایرانی بمونه. این ایرانی یعنی نوعی اراده است دست بر نمیدار. ایران هویت نوعی اراده به عشق ملی بودن خودش. یعنی این مقاله اینجوری تمام میشه. یعنی اون سه احتمال امکان بررسی هویت رو بر اساس منطق، بر اساس روانشناسی، به خصوص سنت یوم، بر اساس تاریخ قومی به شما میده، ولی در نهایت یه چیز اضافه لازم داره و اون چیز اضافه یه انتخاب شخصیه، یه اراده شخصیه. دست بر نمیدارم، میمونم.